همکارم محمد حیدری از واشنگتن با ماست تا درباره علت انتشار این نامه گفتگو کنیم. محمد، علت این که نامه ابراهیم رئیسی ناگهان منتشر شده و رسانه شده چی هستش؟ آیا به معنای استعفای ابراهیم رئیسی از ریاست قوه قضاییه است؟ به نظر نمیاد که استعفا داده باشه. اساسا مسئولین جمهوری اسلامی استعفا نده ترین مسئولین سراسر دنیا محسوب میشن. اینا هیچ وقت استعفا نمیدن. این حالا این یه وجه ماجراست. از اون مهمتر این هست که اساسا کسانی که منصوب آقای خامنه ای هستند از جمله آقای رئیسی، اینها به خودشون اجازه نمیدن که استعفا بدن. معتقدن که این یک حکم ولایی هست، ولی امر حکمی داده بهشون، بنابراین خودش باید تصمیم بگیره که اینا کی برن کی بیان. نامه رو اگه دقت کنید همون اندازه‌ای که منتشر شده در رسانه‌های ایران، حتی رئیسی تو نامه در واقع تقاضایی که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته اونجا نگفته که رئیس جدید قوه قضاییه رو شما معرفی کن معرفی نکن، یعنی هیچ تعیین تکلیفی هم نکرده، گفته که خودت هر جور که صلاح میدونی در مورد ریاست قوه قضاییه تصمیم بگیری. احتمالاً یکی از گزینه‌ها میتونه این باشه که اصلا این آقای رئیسی ریاستش رو ادامه بده. بله. اما محمد، کسی که در مقام رئیس جمهور منتخب مردم در واقع باید باشه، چرا باید برای انجام کارهای ضروری از رهبر اجازه بگیره؟ آیا این نامه حاوی پیام خاصی است؟ بله، قطعا حاوی پیامه. حداقل پیامی که داره این هست که این آدم میخواد بگه من سرسپرده هستم. ببینید، همونطور که شما گفتین، اگر ایشون رئیس جمهور میدونه خودش رو، ضرورت هایی که کار رئیس جمهور داره رو باید انجام بده دیگه، اجازه گرفتن نداره. که اگر قرار هست که مثلا هیئت دولت رو تعیین کنه، اگر قرار هست مقدمات تشکیل دولت آینده رو فراهم کنه، هر کاری که قرار هست فکر میکنه ضروری هست، من نمیدونم برای چی داره اجازه میگیره. اگر اجازه میگیره یک معنایی داره و اون معناش این هست که میخواد بگه من سرسپرده این در واقع دستگاه فکری هستم و میپذیرم که شما هرچی میگی من همون رو انجام میدم. و این رو فراموش نکنید که آقای رئیسی در واقع نحوه تعاملش رو با رهبر جمهوری اسلامی همینطور در واقع تعیین کرده و از اول خواسته که خودش رو سرسپرده نشون بده و اصلا رسیدنش به این جایگاه به همین دلیل هست که خودش رو اینطور تعریف کرده و الان هم داره یادآوری میکنه که من همون شخصیتی هم که بودم و فعلا تغییر نکردم. سپاسگزارم از شما. محمد حیدری، همکار ما از دفتر واشنگتن دی سی.